سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. حضور رئیس جمهور در جمع زائران مشهد و رضا در آستانه سال روز شهادت امام رؤوف. آقای پزشکیان در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی: به مردم اطمینان می دهیم کارهای ما برای حل مشکلات و کسب رضایت آنهاست. کاری را انجام خواهیم داد که اون عزت و اعتبار انسانها درش حفظ بشه. با کمک شما، با کمک مردم عزیز، با کمک نمایندگان و با وحدت و همدلی. هشدار حماس به نخست وزیر رژیم صهیونیستی: اصرار به باقی ماندن در محور صلاح الدین و تهدید به زور جان اسیران را به خطر می اندازد. خشم صهیونیست ها از سخنان نتانیاهو در به شکست کشاندن توافق مبادله اسرا. تظاهرات گسترده مردم ترکیه در اعتراض به حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی و پهلو گرفتن ناو آمریکایی محافظ صهیونیست‌ها در بندر ازمیر. در نیویورک حامیان فلسطین جنایات صهیونیست‌ها و حمایت‌های آمریکا از این رژیم را محکوم کردند. موفقیت فناوران جوان کشور در طراحی و ساخت ربات دستیار جراح، رباتی برای استفاده در بیمارستان‌های هوشمند. ما به صورت صوتی میایم کمک می‌کنیم که ربات پردازش صوت می‌کنه، صوت جراح رو تشخیص میده و اون ابزار مورد نیازش رو بهش تعریف. یک نشان طلا و دو نقره دیگر برای کاروان ایران در بازی‌های پارالمپیک پاریس. بانوی ملی پوش پارادو و میدانی نخستین بار به مسابقه نهایی راه یافت. و در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم ساخت خانه‌های کوچک مقیاس بر عرضه و تقاضای مسکن و همچنین حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی چه تأثیراتی دارد. آیا ساخت چنین خانه‌هایی با قوانین بالادستی شهرسازی منطبق است؟